تصمیم گرفتیم که برای جشنواره امسال دستگاه راست‌پنجگاه رو انتخاب کنیم برای ارائه. البته با اینکه فرصتمون خیلی زیاد نبود، تقریبا شاید 10 روز بیشتر فرصت نداشتیم و دور هم جمع شدیم و به اتفاق روی راست‌پنجگاه یه مقدار اتود کردیم و ضبط کردیم و کار کردیم و تدوین کردیم برنامه رو که به چه صورتی گوشه ها پشت سر هم قرار بگیره و برنامه راست‌پنجگاه رو تهیه کردیم. خوبه که ببینیم که چرا که این دستگاه رو انتخاب کردیم. میبینیم که راست‌پنجگاه سالیان درازه که به طور کلی اجرا نمیشه به وسیله نوازندگان و خوانندگان. دلایل خیلی زیادی داره که یکی از دلایلش اینه که این دستگاه فراگیریش خیلی مشکله، برای اینکه تمام دستگاه‌های دیگه و مایه‌های ایرانی دیگه رو در خودش داره و خیلی گوش باید حساس باشه که تشخیص بده که یه موقعی در دستگاه دیگه وارد نشه، برای اینکه تا بخواد پاشو از یه حدی فراتر بذاره به ماهور شباهت پیدا میکنه، بخواد یه ذره پاشو فراتر بذاره وارد همایون میشه، وارد سگاه میشه، وارد بعضی از گوشه‌های دیگه دستگاه ها میشه. در نتیجه خیلی کار مشکلیه، ولی به هر حال یه سری بعد این کار شروع میکردن و این قرعه به نام ما افتاد و ما گفتیم خب به هر حال ما با اینکه تجربه‌مون خیلی کمه، از راهنمایی‌های استادامون جناب آقای برومند و آقای عبدالله خان دوامی کمک میگیریم و به هر حال این برنامه رو به یه طریقی تهیه میکنیم. این برنامه رو از نظر خوانندگی آقای شجریان خیلی دقیق فرا گرفتن و از نظر ریتم آقای فرانک خیلی زحمت کشیدن و این برنامه رو به طور کلی چندین بار اجرا کردیم، چندین بار روش فکر کردیم و شنیدیم، خیلی دفعات مکرر شنیدیم و در حقیقت همه ما به عنوان یه شنونده اولین برنامه رو گوش کردیم، بعد ایراده رو خودمون گرفتیم تا حدی که البته سواد و آگاهیمون به ما اجازه میداد و یه برنامه تقریبا احساسی به وجود اومد. میگم احساسی به این خاطره که خیلی ما مجبور بودیم در دستگاه راست‌پنجگاه تابع قواعد و مقررات موسیقی اصیل ایرانی باشیم که خیلی مقررات بسیار حساسی داره. اگر آدم بخواد واقعا موسیقی سنتی با ریشه ای رو ارائه بده، اگر نه بخواد که یه موسیقی بی ریشه رو ارائه بده، خب دیگه به هر حال ثوابتی نخواهد داشت. راجب به تصنیفی که خونده شد و همچنین راجب به اشعار برنامه اگه ممکن توضیح بفرمایید. تصنیف بسیار زیبایی بود که گفتید تصنیف خیلی قدیمی بوده. تصنیف ما فکر کردیم که بتونیم تصنیفی رو در راست‌پنجگاه بگنجونیم. تصنیف در راست‌پنجگاه اینجور که من کار کردم پلو اساتیدم میگن که ما در راست‌پنجگاه تصنیفی نداریم غیر از یک تصنیف که مرحوم میرزا عبدالله میخونده که اون تصنیف خیلی کوچیکه و خیلی 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 کوچیکه که ارائهش خیلی کمک نمیکرد به ما و ما فکر کردیم که برای تصنیف تصنیفی رو انتخاب کنیم که بتونیم منتقلش کنیم به دستگاه راست‌پنجگاه و تصنیف اصفهان انتخاب کردیم یا قدیمی‌تر من دقیق نمیدونم و این تصنیف رو ما فکر کردیم که به صورت جمعی بعضی جاهاشو تکرار کنیم، فقط به خاطر اینکه از این حالت خشک بودن که در این سالیان اخیر به موسیقی ایرانی دست داده بتونیم اینو درش بیاریم و یه حالت جمعی پیدا کنه و کارم میدونه وقتی جمعی پیدا کرد بهتر رابطه برقرار میکنه با مردم و فرازای آخرشو ما شعر رو به اتفاق آقای فرهنگ‌فر و خود آقای شجریان تکرار میکردیم و من فکر میکنم که این تکرار خیلی کمک کرد به تعادل احساسی برنامه و به حال خواهیم دید و مردم هم قضاوت خودشون رو. آقای شجریان قبل از اینکه بریم به استودیو، متشکرم آقای لطفی، قبل از اینکه بریم به استودیو شما گفت آقای لطفی من گفتن که خیلی این دستگاه مشکل خوندنش و چند ساله که سابقه نداشته کسی این دستگاه رو بخونه، واقعا از نظر شما چطور بود؟ خیلی مشکل بود؟ من چه خیلی
خوندنش خیلی مشکل نیست ولی فراگیریش مشکله. بالاخره تا الان یاد بگیری همینقدر که یاد گرفت بالاخره ساده است. اما این چیزی که کارش رو مشکل میکنه امکانات صداست که اگه خواننده نتونه بم و زیر رو بخونه در پشت سنم اصطلاح این دستگاه نمیتونه خوبی ارائه بده، چون در بعض جا خواهید دید که با یه تحریر که از بالا شروع میشه میاد پایین دوباره باز میده بالا و اکتاف دیگه قرار میگیره خیلی کار میخواد و مشکلش از این جهته که چون دائم هی مایه عوض میکنه، هی کوک عوض میکنه، یه پاساژی داره که از یه گوشه به گوشه دیگه باز رفت و در ضمن در چارچوب رسمجگان باشه، این ها باز شده که چون مایه عوض میشه به کوچ خیلی قوی لازم داره که حتما خواننده زیاد کار کرده باشه و گوشش قوی باشه، چون نوازنده بالاخره راستی پرده هایی در دستش هست اما خواننده حتما بسته گوشش عادت کرده باشه که این پرده هایی بتونه به جا بگیره. اشکالش از این جهته و یه مقدار هم از نظر اینه که فرض کنید ما ابعاد رو چند جور خوردیم تا حالا سگار چند جور خوردیم برای که خیلی بیشتر از اون شنیده، اما رسمانشگار من از یه نفر شنیده من از آقای عبدالخان درامین که استاد برنه بودم و ازشون نفر را گرفتم، از کس دیگه من رسمانشگار نشنیدم که بتونم از اونم یک چیزی کسب کرده باشم و به این زودی هم نمیشه آدم از خودش یک چیزهایی به من بداهه بیاره توی دستگاه مگر اینکه سالون یا اطفال زندگی بکنه تا بتونه یه کاری بتونه بکنه که در چارچوبه رسمانشگاه باشه و با ماهور اشتباه نشه. من فکر می‌کنم با تعریفی که شما از این برنامه کردی و واقعا هم تعریف داره بینندگان از این هم به بی‌صبری منتظرن که برنامه رو ببینن. من خواهش میکنم که دیگه در همین صحبت کوتاه میکنیم و خواهش میکنم از شما به برنامه توجه بفرمایید. برنامه در حافظه ضبط شده و شما رنگی خواهید دید اگه تلویزیون رنگی داشته باشید. در همین جا تو برنامه آینده با شما خداحافظی میکنم. شبتون خوش.